ببین تقریبا من الان 2.5 سال که میشناسم، 2 سالم هست که باهات کار میکنم. یه چیزی که برام جالبه اینه که تو چقدر کتاب خوندی، چقدر رو نوت برداشتی که واسه هر چیزی یه فرمول داری. یعنی آدم تو دهنش رو وا میکنه، یه سوالی ازت میپرسه، در جای فرمول واسهش داری، یه تولز واسهش داری که اوکی حالا اینجوری باید بکنی. کسی که الان دوباره پکیج سومش رو با من گرفته داره کار میکنه، 2 سال راست میگی با من داره کار میکنه از وسط های کووید. چقدر کتاب خونم، چقدر نوشتم. من تو اون 8 سال بعد از طلاقم که تو ایران تنها مونده بودم، خانوادم اینجا بودم و فقط میرفتم کلاس های روانشناسی، بچه ها ماهانه 1 تا 2 تا کتاب میخریدم میخوندم میخریدم میخوندم. شد 3 سالش بچه‌مون، میخوایم با هم این تولد قشنگ رو جشن بگیریم. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که با من همراهین، خیلی خوشحالم که هر لحظه لام تا کلام با کامنت های قشنگ شما قشنگتر شد برای من. این 3 سال عجب گذشت بر ما. تولد لام تا کلاممون مبارکه. اما میخواییم بریم ببینیم شما از من چه سوالایی پرسیدین، جواب سوالای شما رو تک تک بهتون بدم. مرسی که هستین، مرسی که اینقدر محبت دارین. بریم که ببینیم سوالای شما چی بوده. من ازتون خواستم برای تولد لام تا کلام من چی دارین بپرسید از من. خب میگه سلام سلماز عزیز، خوشحالم پادکست مورد علاقم ادامه دار شده و تولدشه. از هفته قبل هر دفعه یادش میفتم که تولد پادکسته، یاد اون قدم های اولی که برداشتید و تو پادکست گفتید میفتم و از ته دلم متشکرم که بخش از هفتتون رو به ما و بهتر شدن کیفیت زندگی رواتون اختصاص میدین میفتم. عزیزم سوال من اینه، آیا سلماز هم دوچار این موضوعات پادکست میشه با اینکه میشناسه این چالش ها رو، و وقتی دوچار میشه چقدر زمان میبره متوجه شه که دوچارش شده تا خودش رو بازیابی کنه؟ بسیار بسیار سوال خوبیه. به این بچه 100% همه اینا چیزاییه که یا من خودم میبینم یا تو کامنت ها میبینم و میام براتون تعریف میکنم. این الان خوب وایستاده به نظره دیگه. حالا مثلا این اینجاست که این دیدشه، ولی خب خیلی هاش رو دوشان میشم. بعد بستگی به عمقش زودتر در میام یا دیرتر. مثلا 1-2 ماه پیش یه اتفاقی افتاد، 2 تا اتفاق پشت سر هم افتاد که عمقشون خیلی زیاد بود که راجبش کفشای آهنین و اپیزود کفشای آهنین رو ساختم. جفتشون خیلی عمیق بودن. یکیشون یکی از عمیق ترین چیزهای اتفاقات زندگی من بود. چون همیشه وقتی برمیگرده به آدمایی که دوستشون داری عمقش بیشتره دیگه. و میخوام بهت بگم که آره طول کشید بیام بیرون. من که بدنم هم واکنش نشون داد. یعنی مثلا بدن درد گرفتم، صدام گرفت و اینا. ولی من چون خیلی با اون نوشتنه و معجزه قلم و کاغذ حالم بهتر میشه، خیلی از اون تکنیکا تونستم خوب استفاده کنم و به خودم بابتشون افتخار میکنم. پس جواب سوالت اینه که آره سلماز دوچار میشه و بستگی به عمقش بین 10 دقیقه تا 10 روز ممکنه طول بکشه، ولی که به 10 ماه نمیرسه. سوال بعدی. سلام سلماز جونه نازنین، من چند وقتی هست که با پادکست های شما آشنا شدم و نمیتونم توصیف کنم چقدر تاثیرگذار بودین. خدا رو شکر، خوشحالم. راستش یه سوالی دارم که اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم. چطوری میتونم برای جلسات مشاوره و کوچینگ باهاتون هماهنگ شم؟ نگار جان بچه ها بینو اینجا توضیح بدم چون خیلی میپرسید ازم. من برای جلسات کوچینگ فقط و فقط با دوستای خارج از ایران کار میکنم. به خیلی دلایل. یکیش اینه که اصلا ایران از نظر مالی تحریمه و من نمیتونم پیمنت بگیرم. حتی اگه شما خارج از ایران هم باشین، اگه رد بشه یه موقع اداره مالیات بگیره به تو ایران، برای من مشکل ایجاد میشه که اصلا تقریبا به پودر تبدیل میشم. برای همه میشه، یعنی اگه یکی هم داره میکنه ریسکی میکنه که انتخاب خودشه، ولی من نمیخوام مسائل مالی و نای خانوادم رو تحت تاثیر قرار بدم. برای همین اصلا پادکست رو گذاشتم که احساس کردم یه دینی دارم به هموطنام و اگر یه چیزی بلدم و میتونم یاد بدم، حالا اینو رایگان یاد میدم بدون اسپانسر از جیب خودم. این از این. ولی اگه خارج از ایران هستین، برای اینکه بدونین که
با من اصلا میتونیم با هم کار کوچینگ رو شروع کنیم و نیازاتون چیه، من همیشه یه جلسه دیسکاوری کال دارم که توش میشینم باهاتون صحبت میکنم، سوالای اینتیکمو میپرسم، چالشاتون رو ارزیابی میکنم و بر اساسش پکیجایی که به دردتون بخوره بهتون میگم، بعد شما انتخاب میکنید، منم انتخاب میکنم که میخوایم با هم کار کنیم، از اونجا میریم جلو. اونم میتونیم بریم تو وبسایتم دیسکاوری کال رو بوک کنیم، از اونجا بریم جلو. ولی همونجوری گفتم فقط مال بچهای خارج از ایرانه. سوال بعدی، سلمان جون عزیزم، خیلی خوشحالم که از روز اول پادکست با شما بودم. پادکستت خیلی به من کمک کرده. لام تا کلام دوست همیشگیمه. حتی یه شبای موقع خواب گوش میدم. بابا نکنید این کارو. با صدای ولی این کار نکنید. حالا در هر صورت من خیلی دلم میخواد یه جوری این کار شما رو جبران کنم. میدونم که هیچ کمک مالی نمیگیرید. اسمش اسپانسره. آره نمیگیرم. به ما بگین که ما چیکار میتونیم براتون بکنیم. بچه ها ببینین، اولا که مرسی، ممنون، مرسی که انقدر لطف داری، مرسی که انقدر گلی، مرسی که انقدر پر از عشقین، خیلی اینو میگیرم، متشکرم ازتون. اون چیزی که بیشتر از همه من الان کمک میکنه، هر اپلیکیشنی گوش میدین اون اپلیکیشن رو ریت بدین، منو لام تا کلام اونجا ریت بدین، لایک کنین اگه دوست دارین، کامنت بذارین، و اگه میتونین تو یوتیوب گوش کنین که خب فر به حل مراد، یوتیوب بالاخره ما مانیتایز میشیم یه روزی، بالاخره یه روزی بالاخره به پرداخت میرسه، یه سنت میدن، بالاخره یه چیزی میشه دیگه. اگه بشه اینجا تو یوتیوب برای من بهتره. بنابراین اگه برای کسی هم دارین اپیزود پادکست رو میفرستین، لینک یوتیوب رو بفرستید، ازش بخواد سابسکرایب کنه، لایک کنه، کامنت بذاره، واقعا اینجوری میتونین به من کمک کنین. آره لام تا کلام ماجراش اینجاست که تا به امروز تو این 3 سال من هیچ وقت هیچ کسی رو نداشتم که بر من پی کنه. یه دفعه با یه نفر کار کردم که ازش پول نگرفتم، مجانی کار کردم و برای که میخواستم بدونم چجوری پیش میره با اینا، و تجربه نبود که بخوام ادامه بدم و تصمیم گرفتم لام تا کلام بشم. اون قسمت من فعلا که تا اینجا از نظر مالی دارم میبرمش جلو، چون بالاخره مانتری کاستش هم کم نیست، ولی خوشحالم برای اینکه بچه‌مونه و داریم با هم میریم جلو و میبینم که یه قسمتی از روح و روان منو داره ارضا میکنه. پس اگه میخواین کمکم کنین، تو یوتیوب گوش کنین، تو یوتیوب کامنت بذارین، تو یوتیوب سابسکرایب کنین، بقیه رو بگیم بیان سابسکرایب کنن و اینو بیارید بالا. قربونتون برم، مرسی، ممنون. سلام سلماز جون، دوست دارم اگه میشه راجع به اینکه چی شد وارد مسیر کوچینگ شدی و اینکه چطور میشه این مسیر رو شروع کرد برای علاقه‌مندان بگی، هم تو در مورد ساخت پادکست برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن چه توصیه‌ای داری و چه قدم‌هایی رو باید برداشت، از کجا شروع کرد. ممنونم سمونه عزیز، اینو فرصت ببخشید نفرهای قبلی یادم رفت اسمشون رو بگم. نگار جون بود، الی بود، وای این اسمو چه نمیتونم بخونم، آها تتمه بود. و من وقتی آمدم کانادا اولین کاری که جدی، یعنی مثلا بعد از کاری که مربوط به رشتم بود که صنایع غذایی بود پیدا کردم، تو بانک بود که گفتم چجوری رفتم تو بانک. بعد تو بانک میدیدم چقدر من خوشحالم، هر روز لباسای جینگولی مینگولی جولیری میندازم، همه چیزایی که دوست دارم به آدما روحیه میدم، بعد تو به همکارام، بعد سر کار خوشحالم چون دارم از نظر مالی به آدما کمک میکنم. ولی دقت کردم من هر جلسه‌ای که آدما میان تو آفیس من تو بانک میشینن، اگه یه ساعت برام بوک کردن، این یه ساعت 45 دقیقش آدما میان، کانتا میان از مشکلات زندگیشون، آی این به من خیانت کرده، اون این کارو کرده، 45 دقیقه حرف میزدن ها. بعد یه ربع من فقط کارهای مالیشونو میکنم، اینا بیشتر دارن با من صحبت میکنن و من گوش میدادم، برای اینکه آدما اول نیاز دارن که از نظر عاطفی خودشون رو تخلیه بکنن بعد برسن به مشکلات مالیشون. و واقعا مسئله مالی یکی از سیکرت ترین و سری ترین قسمت های زندگی آدم هاست. پس اگه من اینقدر افتخار داشتم که اینا حاضر بودن به من تراست کنن، اعتماد کنن، اینو توضیح بدن و بعد برم مثلا قسمت های دیگه زندگیشون هم خوان حرف بزنم، پس دیگه من یاد گرفتم. بعد این ماجرا گذشت و هر بار همسر من به من میگفتش که الان اون موقع که با هم دوست بودیم، عدم میگفتش که بابا تو داری این آدم ها رو کوچ میکنی، آخه تو چیکار داری میکنی، تو باید کوچی. گفتم بابا کوچیه، من اصلا تحصیلات کوچی ندارم. گفت تو این همه چیزی که رفتی تو روانشناسی کارل گوستاو یونگ یاد گرفتی، این همه کتاب خوندی، این همه کار کردی، اینا همه میتونه ابزار کوچینگ بشه. میگفتم نه کوچیه، من کوچ نمیتونم بشم، ای مرد چی میگویی. تا اینکه یه دفعه یه کاینت هم اومد، یه پسر
یک پسر جوانی از فکر کنم چینی بود فکر کنم اومد و خیلی برام جذاب بود. چرا ملیتش برام جذاب دارم چی مهمه که میگم؟ به خاطر اینکه خب مثلا چینی ها ترجیح میدن همیشه برم پیش چینی ها، ایرونی ها برم پیش ایرونی ها، همزبونیه، مسئله مالیه. ولی وقتی من بهش گفتم میخوای من یه همزبون تو بده کنم، گفت نه من میخوام با تو کار کنم. با اینکه نمیم یکی دیگه به من گفته بوده برو پیش این دختر ایرونیه. گفتم باشه. خلاص اومدم خواستی با مسکن بگیرم، خیلی هم سخت بود. من خیلی زمان گذاشتم چون پول پیشی که میخواست بذاره خیلی کم بود، بهش میگن تو بانک های ریسک، و من خیلی براش زمان گذاشتم و این با من خیلی حال کرد. براش اپروگالم گرفتم، با مسکنشو گرفتم. این پسر یه خونه خرید، یه آپارتمان خرید. بعد دیگه براش کارهای با سرمایه گذاری بازنشستگی کردم، سرمایه گذاری کوتاه مدت، طولانی مدت، همیشه باش تماس بودم. تا اینکه یه روزی بر من یه ایمیل زد، گفت من مادر پدرم دچار یه مشکل مالی شدن و به واسطه اون مشکل مالی میخوان که من میخوام اینا رو بیارم تو واسه شون، تو برشون یه کاری بکنی. ببین من میدونستم که بانک وقتی تو مشکل مالی داری جای خوبی نیست برای رفتن و این چیز بانک رو دوست نداشتم، ولی خب دیگه کورپوریشن همینه، تو باید وقتی مشکل نداری وام بگیری نگه داری، اینجوریه. حالا بماند، اینم یه بحث دیگه ایه. بعد خلاصوش گفتم بیاد، گفتم دیگه بذار بیان دیگه. اومدم، یه روز شنبه ای هم بود که شنبه ها اینجا روز تعطیله دیگه، ویکنده، باز من کار میکردم. هفته ای اومدم نشستم، بای اینقدر بد بود که حد نداشت. مامانه یک عالمه فکر کنم قمار کرده بود یا خریدای زیاد کرده، خلاصه کردیت کارت ها همه مکسات، همه کردیت کارت ها رو استفاده کرده بود. و من در و این دوتا اومدن، ستایی اومدن، پسر وسط مادر و پدر، دوتا بخت و نس عصبانی از هم. و خب خیلی واضح بود دیگه، برای اینکه از زیر دست این همه مشکلات بیان بیرون بعد خونهشون میفروختن. حالا من چقدر به حرفشون گوش دادم و قرض قله ها رو پرداخت میکردن و من اونجا قشنگ یک ساعت نشستم حرفشون گوش دادم. آخرش گفتم با کمال تأثر و تأسف این ایده، این کامنتی که من میتونم به شما بدم. و این تفلک ها بابای واقعا گوش داد و ولی آروم شدن و خلاص رفتن خونه رو فروختن، یه آپارتمان خریدن، قرضا رو دادن. گفتم کردیت کارت ها رو بردارین، قیچی کنین، بندازین دور. آقا کردیت کارت نداشته باشه، منظورم مامان خلاص. خیلی با آرامش ماجرا رو خیلی با آرامش ختم به خیر کردیم، اومدیم خونه. وقتی به آدم گفتم، آدم گفت ببین تو کوچینگ کردی. گفتم بابا وا بده دو دقیقه یه بار کوچینگ چی هستن؟ این ماجرا مال چه سالیه؟ مال واو چقدر تایم فلایز عزیزم، من 12 سال پیش فکر کنم، در 12 سال پیش. بعد من خلاصه دوشنبهش رفتم سر کار، دیدم این پسر برام یه ایمیل زده، تشکر انقدر که تو فقط فاینانشال ادوایزر ما نبودی، مدیر مالی ما نبودی، تو لایف کوچ خانواده من بودی، تو باعث شدی که پدر مادر من برای اولین بار زیر یه سقف بشینن، دعوا نکنن، به یه توافق برسن و درک مشترک همدیگر داشته باشن. ازت خیلی ممنونم اینا. و همین شد بچه ها، من تصمیم گرفتم که برم ببینم این کوچینگ دقیقاً چیه، چون میترسیدم برم سمتش. بعد تو همین بازه که میگم وقتی تو ذره‌بین تو میذاری، به قول تونی رامز میگه wherever your focus goes your energy flows، هر جایی که تمرکزت بره انرژیت هم همونجا میره. تو همون بازه یک دوست صمیمی من که امریکا بود اون موقع به من گفتش که ببین سلماز، تونی رابینز که تو اینقدر دوستش داری یه چیز گذاشته، دوره کوچینگ گذاشته که خودش هم توش هست و اگه دوست داری خیلی هم پرایسی، ولی اگه دوست داری بیو رو چک کن. و من یه ذره بالا پایین کردم، بعدم نشونه است با پارتنرم صحبت کردم، اونم گفت آره دیگه تو اگه فکر کنی. و من پول قرض کردم، یعنی از اینجا یه چیزی داریم شبیه کریدیت کارت به نام لاین آف کریدیت، کل پول از لاین آف کریدیت هم برداشتم و تا مدت ها داشتم بهرهش رو میدادم تا بتونم پسش بدم. من این مدرسه کوچینگ رو گذروندم و درست موقعی بود که مثلا تازه یعنی درست موقع بود که تازه بچه دار شده بودم توی مرخ، آره فکرم همون هول و هوشا بود و شروع کردم اونو گذروندم. و قبلشم یه دوره گذروندم با دوتا استاد دانشگاه استنفورد که چجوری مسیر که زندگیمو چجوری طراحی کنم، که کتاب دیزاین یور لایف رو نوشتن و اونجا فهمیدم که مسیر زندگی من با بانک نخواهد رفت جلو، این منو فولفیل رو ارضا نمی‌کنه و من باید عوضش کنم. ولی چیزایی که تو بانک دوست داشتم و پیدا کردم، چیزایی که دوست نداشتم پیدا کردم، چیزایی که دوست نداشتم خب یکیش این بود که همه چیزی که من میگفتم به نفع بانک بود at the end of the day در آخر، و من اصلا دلم نمی‌خواست این اتفاق بیفته، دلم خواست به نفع کلاینت هم باشه.
یعنی کانت هم بهره میبرد، سود میبرد، ولی به نفع بانک بود آخرش دیگه، جیب بانک پر میشه. این چرا اینجوریه به نظر تو؟ اینجوری کن. حالا بعد دیگه خلاصه بعدش هم رفتم کوچینگ تونی و دیگه اونجا کلاسای دوره‌های مارکتینگ بود. اون دوره کوچینگ همون یه سال بود. الان تونی یه دوره کوچینگ داره که خیلی ارزان‌تره، با یه خانم دیگه ای میکسش کرده، دو دارن با هم انجامش میدن. اصلا تونی توش نیست، ویدیوهای ضبط شده تونی اون موقع هم بودا، ویدیو ضبط شده. خیلی خود تونی هم جلسات پرسش و پاسخمون رو خداوکیلی میواد. بعد من خب خیلی چیز یاد گرفتم، یعنی اصلا، یعنی بچه من از قبلش هم بهتون بگم، من از قبلش هم با تونی رابینز خیلی آشنا بودم، یعنی میخوام بهتون بگم قریب چه میدونم بالای 100 ساعت دوره های آموزشیش رو دانلود کرده بودم و گوش داده بودم. صدای تونی همیشه تو گوش من بود، از روزی که صداش قشن به جا بود تا حالا که دیگه نصف صداش رو دست داده، مسیر رو میدونم. بعد خب اون دوره خیلی به نفعم بود، خیلی برام کمک احوال بود و از وسط های دوره شروع کردم کلاینت گرفتن و خدا وکیلی هم دیگه وقتی تموم شد سرتیفیکیت هم اومد قرضمو داده بودم، یعنی اینجوری گذاشتم پشتش. این از این. بعد شد کووید، زمان کووید شد، کلاب هاوس اومد. تو کلاب هاوس دیدم که من چقدر با این صوت دارم حال میکنم و چقدر بابا من خیلی دلم میخواد که پادکست داشته باشم. قبلش هم یه میکروفون گرفته بودم، یه اپیزود ضبط کرده بودم، ولی انقدر تو سر خودم زده بودم و انقدر این صدای سرزنش کردم بود که حاضر نشده بودم که اینو منتشرش کنم. و همین شد که دیگه پلتفرم پادکست رو اون موقع پیدا کردم. سمانه اون موقع بود، زحمت کشید برام جستجو کرد. علی بندری عزیزم هر بار پادکست، من از سال 2015 صدای علی بندری تا امروز گوش دادم، هر بار علی بندری اپیزوداش تموم شد میگفت خواهش میکنم تو پلتفرم، میگفت خواهش میکنم پلتفرمای ایرانی نیازمند فارسی چیزه، پادکست فارسی هستیم ما تو این پلتفرما، خواهش میکنم اگه چیزی تو ذهنتون میاد بسازید، نترسید، فقط شروع کنید. دیگه من هاستش رو پیدا کردم، ببین همش سرچ بود. البته علی بندری هم یه اپیزود، یه ویدیو تو یوتیوب داره، تو وبسایت بی پلاس هم داره، اصلا توضیح داده چجوری پادکست درست کنید. دوست دارین درست کنید بریم اونجا رو ببینید. ولی من چیزی که فهمیدم اینه که من یه میکروفون لازم دارم و یه پلتفرم که بتونم پادکستام بزنم روش. پلتفرمی که من پادکستو گذاشتم روش باز اسپراته. من ماهانه بابتش پرداخت میکنم برای جفت پادکستام، هم پادکست انگلیسی که تیبلینگ ثاتس، اینجا لینکشو میذاریم، هم پادکست فارسی که لام تا کلام عزیزی که 3 ساله شده. و میخوام بهتون بگم که مخصوصا هم انتخاب کردم برای اینکه معتقد بودم اگه من برای کاری که دارم میکنم انقدر ارزش قائل باشم که یه پولی براش پرداخت کنم، که خب انالیتیک خوبی میده دیگه، یعنی کاملا دیتیل میگه که شنونده های پادکست تو کدوم کشور ها هستن، هر روز و هر هفته و هر ماه چقدر داره گوش داده میشه و کدوم اپیزود ها بیشتر گوش داده شده، کدوم اپیزود ها در یک هفته مثلا تو 3-4 روز بعد از انتشار چندین بار توسط یه یوزر گوش داده شده. خب اینا خیلی اطلاعات دقیق و جذابی و همش هم داره اضافه میشه. بعد پلتفرم‌های پادکست های خیلی بزرگ غیر ایرانی هم توش هستم، مثلا پادکست جوروگن رو باز اسپراته و من توی جنوری اول 2024 به هم باز اسپرات گفتش که تو توی تاپ 5% فکر کنم 5 بود دیگه، 5% پادکست های دنیاست انالیتیک پادکست، یعنی با پادکست جوروگن منو مقایسه کرده بود. فعلا همه رو شما انجام دادید عزیزای من، به خاطر اینکه جزء معدود جزء 5% اول پادکست های دنیاست لام تا کلام، که بعد از انتشارش هر اپیزودش بیشتر از 2 بار گوش داده میشه. بر پادکست تو فقط کافیه ترس رو بذاری کنار، ندای سرزنشگرت رو بذاری کنار. من پادکست رو وقتی شروع کردم هیچ ایده‌ای نداشتم که میخوام به کدوم سمت و سو برم، فقط میدونستم یه ناگفته هایی تو زندگی روزمره همه ماها هست که دارن تأثیر بزرگی رو کیفیت زندگیمون میذارن. برای همینه واقعا این جمله‌ای که اول پادکست همیشه میگم، برای همینه که تصمیم گرفتم اینو بسازم. و میخوام بهت بگم همیشه پیشرفت با ممارست اتفاق میفته، نه با نشستن و فکر کردن و کمالگرا بودن. کمالگرایی اینم از تونی یاد گرفتم، مساویه با هیچ کار نکردن. کمالگرایی مریضی اصلا بول و توهم، کمال پرفکشن یه توهم وجود نداره، اینا رو بدونی بسته. بنابراین اگه میخوای کوچ شی عزیزم جانم، حتما حتما حتما
بگرد ببین تو اون کشوری که هستی کجا هست که میتونه، کشور قاره‌ای که هستی کجا هست که میتونه بهت مدرسه کوچینگ هست که باهاش راحتی میتونی استفاده کنی، و با آدمایی که از اون مدرسه فارغ التحصیل شدن صحبت کن. خب حالا من نداشتم کسی رو، چون من سری اول بودم، ولی من تونی رو میشناختم. من با تونی، با آنتونی رابینز، هر کاری بکنه من قبولش دارم، به خیلی دلایل قبولش دارم. آنتونی رابینز خودش کوچ اکثریت غریب به اتفاق رئیس جمهورهای امریکا بوده، به جز ترامپ. بسکتبال پلیرا، بازیکنهای بسیار بزرگ، ورزشکارهای بزرگ دنیا. اگر هم میخواییم پادکست بسازین، فقط بسازین یه میکروفون، فقط بگیرین، سخت نگیرین، برین جلو. و بهت بگم، من روزی که پادکست رو شروع کردم دو تا فکر کنم میکروفون شهید شده. این سومیه دارم، این که الان با میکروفون نیست، با آیپدم دارم میگیرم. اتفاقا امروز داشتم به همسرم گفتم من باید برم یه دوربین حرفه‌ای اساسی بگیرم دیگه برای پادکست. هزینش زیاده، ولی میتونیدم آسون تر به اینجلو. بعدش هم چی شد؟ موزیکش هم که خب یکی از قسمت‌های قشنگ پادکست بوده. دو سه تا اپیزود اولو همین موزیکای خودمون رفتیم، و از اپیزود دوم سوم به بعد از مهدی پستیان عزیزم که دوست قدیمیمه، که اگه ندیدید ویدیو مکالمه رو باهاش برین توی صندلی داغ یوتیوب گذاشتیم، برید اونجا ببینین. موزیک تولدی که الان پلی کردیم هم مهدی زده برام. علت اینه که من موسیقی سنتی انتخاب کردم اون علاقه شدید منه به سازهای سنتی، به خاطر پیشینه که خب تو بزرگ شدنم بوده. پدر من همیشه تو جاده شمال میرفتیم، شهرام ناظری و شجریان پلی میکردن، و بعدش هم من خیلی خب سنتور میزدم تا مدت ها. الان هنگ درام رو شروع کردم که البته ساز سنتی نیست، ولی اون دوره هایی هم که من همیشه با مهدی پسیان و دوستای دیگه هم داشتم سازای سنتی میزدن، خیلی برای من مثلا یه ته ذهن من نشسته. خلاصه میگن که سلام خانم برقگیر، وقتتون بخیر. در ابتدا باید بگم که خیلی لذت میبرم پادکستتون. من هن نقاشی رو سرامیک به پادکستتون گوش میدم و همیشه با دوستام اینجوری بودیم که انگار غیر از ما یکی دیگه از دوستامون کنارمون داره برامون صحبت میکنه، و همین نقطه بسیار مثبت پادکستتون از نظر من. عزیزم، خواستم بابت تمام زحمتاتون روی این تو این 3 سال تشکر کنم، و سوالم مختصر و مفید اینه که برای ادامه پادکست از هاست خاصی استفاده میکنیم؟ خب که گفتم، از این جهت پرسیدم که من همسرم یه پادکست اساطیری داریم، اما برای انتشار بیشتر برای شنیده شدن تعامل با بابا. آره، اینم که گفتم سختی های راهو گفتم، و گفتم که آره از هاست خواسته استفاده میکنم، اسمش باز اسپراوته. ممنون تلاشتون، تیمیتون. عکس پادکست چطوری به ذهنتون رسید؟ چقدر شبیه قسمت های از کتاب. آها، اینم بالا اونه. عکس پادکست، من خیلی دارم خواست یه چیزی باشه که خودم فقط نباشم، کارتونم نیستی، اسم خاصی داره. بعد اونو دادم یکی دوستام کشید، بعد دادم به یکی دیگه دوستای طرام، اینا همه دوستایی که من از ایران داشتم و همه مهاجرت کردن همه جای دنیا، اون برام رنگ این سرنگ اصلی پادکست در بود که الان صورتی از بادکنک‌ها ترکید شرمندتون. بعد دیگه یکی دیگه هم یه حسی ایوا این چرا افتاد؟ ببین تقریبا من الان 2.5 سال که میشناسم، 2 سالم هست که باهات کار میکنم. یه چیزی که برام جالبه اینه که تو چقدر کتاب خوندی، چقدر رو نوت برداشتی که واسه هر چیزی یه فرمول داری. یعنی آدم تو دهنشو وا میکنه یه سوالی ازت میپرسه، در جای فرمول واسهش داری، یه تولز واسهش داری که اوکی حالا اینجوری باید بکنی، این کار رو باید انجام بده. خیلی برای من سواله که چقدر تو کتاب خوندی، چقدر نوت نوشتی که اینا رو هم یادته. خیلی چیزه ویسه با حاله. این هفته کسی که الان دوباره پکیج سومشو با من گرفته داره کار میکنه، 2 سال راست میگه با من داره کار میکنه از وسط های کووید. خب چقدر کتاب خوندم، چقدر نوت نوشتم. من دفعه آخری که رفتم ایران، آقای پدر درخواست کرده بود که تکلیف کتابای کتابخونم رو روشن کنم. یه اتاق داشتم که مسلما 3 تا دیوار به جز در پنجره بود. تمام اون دیوارا، یعنی وقتی من کتابا رو گذاشتم اینجوری رفت تا بالا، رفت تا بالا. من تو اون 8 سال بعد از طلاقم که تو ایران تنها مونده بودم، خانوادم اینجا بودم و فقط میرفتم کلاسای روانشناسی، بچه‌ها ماهانه 1 تا 2 تا کتاب می‌خریدم، می‌خوندم، می‌خریدم، می‌خوندم. و 8.5 سال
و میخوام بهت بگم که کتاب خیلی خوندم. حافظه من یه جاهایی مثل همه، یه جاهایی خیلی خوب کار میکنه، یه جاهایی ردش میده. ولی چون خیلی نوت برداشتم، من برای کتاب خوندن یه تکنیک دارم که همیشه به کانتا من میگم، اینجا به شما بگم. میگم وقتی کتاب میخونیم از هر صفحش یه دونه نوت پستیت، یه برچسب، نوت برچسبی بچسبونین، بنویسین برداشت من از این صفحه این بوده، نه اینکه کدوم خط رو دوست دارین خط بکشین، نه، برداشت من از این صفحه. بعد هر فصلی که تموم شه من به کانتا میگم برداشتتون رو بچسبونین کنار هم، عکس بگیرید برام بفرستین که من ببینم شما چجوری برداشت کردین. ولی اصلا یه لول دیگه ای از کتابخونیه. حتی اگه دارین گوش میدین هر 10 دقیقه یه بار پازش کنیم ببینیم برداشت ما این 10 دقیقه چی بوده. اولا که جلوی اینه که بری تو باقالیا رو میگیره، دومی که یاد میگیرین درست کتاب بخونین. کتاب با برداشت میخونین، جمله های کتابو برای بقیه تکرار نمیکنین، برداشت خودتونه. انگاری اینه که من اگه بخوام میگم بهترین راه یادگیری چیه؟ گفتن، یاد دادن به آدماست، توضیح دادن به آدماست. اینم همینه. سو من این کارو خیلی کردم. من از سال دوم برداشتم از کتابا نوشتم. بعد وقتی من از ایران می اومدم خیلی از کتابا رو با اینکه خیلی دوست داشتم دیگه جا نداشتم دو تا شمه دون کتابا رو نیاوردم. دفتر یادداشتایی که رفلکشنمو برداشتم از کتابا نوشته بودم آوردم و یه مدت مدیدی نشسته بودم اونا رو میخوندم. خلاصه علت یکیش اینه، یکی اینم اینه که ذهن من خیلی ذهن فرموله و مثال آوریه. کاری که من با کلاینت ها میکنم که احتمالا شما تو پادکستم دیدین اینه که من همیشه با مثال میرم، یک تصویر ذهنی میارم و تصویر ذهنی که میارم همیشه پشتش یه جوک و خنده هست و کلاینت های من همیشه، یعنی تو اون پریفرانتال مغز، کورتکس مغز کلاینت های من باز میشه، جوک میره توش، میخندن، بعد با اون یاد میگیرن. چون بهترین راه یادگیری بازیه و خنده. خودم هم اینجوری یاد گرفتم و همون چیزی که توی مدرسه های ما متاسفانه توی ایران با خطکش و اینا به ما یاد دادن هیچی یاد نگرفتیم. علتش اینه که اصلا یادگیری با فان نیست، با جدیت و بزن با کشه. و برای همینه همیشه فکر میکنم که، یعنی ناخودآگاه ذهنم طراحی شده که یه چیزی مثال جوک و فان بیارم، بعد پشتش اون چیزی که میخوام برای کلاینت هام بیارم و همیشه یادشون میمونه. لام تا کلام مبارک. ممنونم که هستید عزیزای من.